پس از ماها انتظار و چانه‌زنی‌ها در مورد واگذاری کنترل 4 فرودگاه کشور، امارات اسلامی با امارات متحده عربی تفاهم نامه ای را برای کنترل از خدمات پرواز به امضا رساند. این تفاهم نامه با حضور داشت ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس وزیران، نماینده امارات متحده عربی و شماری از چهره های بلند پایه امارات اسلامی به امضا رسید. مجبورو چی در طول نری در ملکو او دولتو سره شیع علیکی ولرو او در طول سمو گشتن داده چی افغانستان یو زپلسوی ملک دی دیر تکالیپ و دیر مسکنات و غربت پتیر سوی دی در هر چه سره نی تعلقات او نی کرابیتی گوارو نومر حقا مخکنه قرارداد در یو چه تعدیلات و سره مل در دوی سره توافق تور شدلو چه آقا در کابل نری هوایی بین المللی میدان دی او در کندهار بین المللی میدان دی در هرات بین المللی میدان دی در مزار شریف. آقای برادر همچنان تأکید دارد که امنیت در کشور تأمین شده و سرمایه گذارانی که در خارج از کشور هستند به کشور برگردند و به سرمایه گذاری هایشان ادامه دهند. هرچی اتبا لار اخلاص هستی چه افغانستان که راشی او خپل پنگوانه وی که او خپل سرمایه گذاری وی که در تونز با دوی تا نیی که نزه بیا د یو خاص او یزا خته سم نه بیا راتللی سم یا به ماته مشکل یا هغه مشکل انشاءالله سل په سل کې حل کېدلی شي. اسوی هم وزارت هوانوردی میگوید که پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان فرودگاه کشور در وضعیت بد قرار داشتند که در حال حاضر با همکاری امارات متحده عربی ترمیم و فعالیتشان را از سر گرفتند. دغه وخت چې موږ په ډیر سخت حالت کې و، ایمرجنسی حالت و، د امارات او متحده عربی ملک از موږ سره یو مقدار اقتصادي او تخنیکی مرستې وکړې، ترمینالونه یې راته ورغول او ډېرې همکاریانې را سره وکړې او بې له دې چې زموږ نه کوم مادي امتیازات وغواړي دا خدمات یې تر اوسه په هوایي ډګرونو کې ترسره کول. این تفاهم نامه با شرکت گت به امضا رسیده است که در حکومت پیشین نیست مسئولیت کنترل فرودگاه کشور را بر عهده داشت. ما خوشحالیم که امروز این تفاهم نامه را با امارت اسلامی امضا می کنیم و جای خوشحالی است که با مردم افغانستان همکار هستیم و این همکاری های خود را همچنان ادامه خواهیم داد و این تفاهم نامه همچنان زمینه های خوب تجارتی و ارتباط میان کشورها از افغانستان را فراهم خواهد ساخت. با این همه ملا عبدالغنی برادر میگوید که امضای این تفاهم نامه از ارزش خاص اقتصادی برای افغانستان برخوردار است و این تفاهم نامه سبب خواهد شد که همه پروازهای بین المللی و بخش های تجارتی بزرگ در افغانستان از سر گرفته شود.